به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خداوندی که داننده راز هاست سراغاز همه آغاز هاست عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم به جلسه نوزدهم درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید دوستان عزیز عنوان درس امروز شما اسباب معیشت است در حوزه دستور زبان در بخش دوم در ادامه انواع جمله با جمله انشایی آشنا خواهیم شد عزیزان جان در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 255 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما هستیم عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای نازنین قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل گفته بودیم که جمله اخباری را تعریف کنید و مثال بزنید جمله اخباری جمله اخباری چی بود شاید عزیز؟ جمله اخباری جمله بود که انجام دادن یک کار یا وقوع یک حالتی را به طور مثبت یا به طور منفی بیان میکرد پس این میشه چی؟ تعریف جمله اخباری بگوییم جمله اخباری چیه؟ جمله اخباری جمله است که انجام کاری یا وقوع حالتی را به طور مثبت یا منفی بیان کند پس هر زمانی که ما دوستان نگاه کنیم، هر زمانی که ما یک جمله داشتیم یک جمله ای که بیان کننده یک کاری بیان کننده یک حالتی بود و این حالت به طور مثبت بود یا به طور منفی بود خاص انجام شده بود یا انجام نشده بود را بخواهیم بیان کنیم از نوع جمله اخباری استفاده میکنیم مثال میخوایم بزنیم دوستان مثال از چی میشود؟ میگوییم که به طور مثال من به مکتب رفتم من به مکتب رفتم این جمله یک جمله خبری چرا؟ چون دارد یک خبری را به شما میدهد که این خبر اتفاق افتاده وقتی که خبر اتفاق افتاده یعنی جنبه مثبت دارد یعنی از انجام خبری که به طور مثبت انجام شده شما را آگاه میکند پس این جمله یک جمله چیه؟ جنبه مثبت دارد که خبری هم است اخباری هم است حالا اگر همین جمله رو ما منفی بکنیم چی میشود میگوییم که من به مکتب نرفتم من به مکتب نرفتم حال این جمله میشود منفی جمله منفی شد. پس یک جمله داریم، جمله خبری مثبت است، یک جمله داریم، جمله خبری منفی است. این دو نوع جمله از نظر انجام دادن او کار یا از نظر انجام ندادن او کار با یکدیگر تفاوت دارد. خب شاگردهای عزیز به جلسه جدید وارد شویم و درس جدید را با همدیگر شروع کنیم ما و شما امروز با یک مفهومی آشنا خواهیم شد دوستان در حوزه معیشت خانواده تحت عنوان اسباب معیشت یک رابطه بین خانواده و معیشت برقرار است که خانواده میتواند به عنوان یک مکانی باشد که منبع معیشتی افراد قلمداد شود خانواده را نخستین و ساده ترین ساختار اجتماعی جامعه یاد میکنند به طوری که برخی از جامعه‌شناسان خانواده را تحت عنوان اتم جامعه یاد کرده گفته خانواده به عنوان اتم جامعه کوچکترین واحد یک مولکول چیه دوستان یک مولکول رو وقتی نگاه میکنیم کوچکترین واحدش اتم است حال اگر یک جامعه رو به عنوان یک مولکول نگاه میکنیم اتم همین جامعه چیه خانواده کوچکترین واحد اجتماعی یک جامعه هر عضو خانواده شهروند جامعه نیز هست ما نگاه کنید دوستان در ساختار یک خانواده چندین نقش داریم نقش های مختلف را بر عهده میگیریم در داخل خانواده وقتی هستیم یک نفر میتواند به عنوان نقش پدری باشد یک نفر نقش مادری باشد یک نفر نقش فرزندی دارد یک نفر نقش دختری دارد یک نفر نقش پسری دارد یک نقش خواهری داریم و یک نقش برادری داریم نگاه کنید این نقش است که در داخل خانواده نسبت افراد به یکدیگر تعریف می شود در داخل جامعه هم همین گونه است وقتی یک فرد در داخل جامعه هست به عنوان نقش شهروندی ایفای وظیفه می کند به عنوان عضوی از یک خانواده کلانتر به نام جامعه است. هر خانواده میتواند بر سایر خانواده ها و شهروندان جامعه اثرگذار باشد. چون گفتیم که جامعه یک خانواده کلانتر است. همه ما در داخل یک خانواده کلانتری به نام جامعه زندگی میکنیم و روابط ما با یکدیگر اثرگذار است بر همدیگر. به طوری که افراد اعضای جامعه رو وقتی نگاه میکنیم از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر ادبی میتواند بر همدیگر تأثیر گذار باشند. بیشترین اثرگذاری در عرصه اقتصاد مشاهده میشود. پس جامعه نگاه کنید دوستان ما روابط گوناگونی داریم روابط خانوادگی داریم روابط فرهنگی داریم ولی مهمترین رابطه ای که افراد در ساختار جامعه میتواند با یکدیگر داشته باشد روابط اقتصادی است اقتصاد یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که روابط اقتصادی میتواند باعث ایجاد مناسبات اقتصادی شود که افراد از نظر بر عهده گرفتن شغل منصب میزان ثروت سر، سروت سرمایه با یک میتواند تفاوت بکند چرا چون در عرصه اقتصاد هر کدام نقش های متفاوتی را بر عهده میگیرند برای تأثیر گذاری خوب خانواده بر جامعه باید میان دخل و خرج آگاهی و نظارت کامل وجود داشته باشد اگر میخواد یک خانواده یک اثر مفید یک اثر بسیار مثبت بر جامعه بگذارد دوستان این اثر یک اثر اقتصادی مهم نیست هست حال این اثر اقتصادی چگونه باید باشد؟ این اثر باید به گونه موازنه باشد بین چی؟ بین دخل شما، بین خرج شما بین میزان مصرف او خانواده و میزان درامتی که او خانواده کسب میکند اگر بین این دو یعنی دخل و خرج بین در واقع ورودی و خروجی ثروت و سرمایه و پیسه که به او خانواده وارد می شود یک موازنه برابر و مساوی باشد او خانواده اثر مثبت بر جامعه میگذارد اگر نباشد اثر منفی دارد این اثر منفی اقتصادی می میتواند به حوزه های دیگر نیز وارد شود یعنی می توان در حوزه فرهنگی باشد در حوزه اجتماعی باشد و اثرش را بر جامعه میگذارد به طوری که اگر یک جامعه نگاه دوستان خانوادههایی داشته باشد که خانواده ها دخل و خرج مناسب نداشته باشد افراد برای زایی، برای ثروت بیشتر برای آسایش بیشتر به سمت کارهایی میرود که مناسب او جامعه نیست به سمت ربا میرود به سمت دززی میرود به سمت اختلاس میرود و این میتواند پیامدهای ناگواری برای جامعه داشته باشد خب نگاه کنید دوستان همون طور که گفتیم در حوزه اقتصاد خانواده یکی از چیزهایی که باعث میشد این موازنه این ترازوی خانواده را بر هم بزند چیه دوستان همین تناسب نداشتن بین درآمد و مصرف خانواده است که وقتی تناسبی وجود نداشته باشه همین باعث می شود که در واقع در جامعه یک ناتعادلی یک عدم در واقع ترازی وجود داشته باشد و جامعه را دچار تشتت و دچار بحران کند بینید که اگر میزان مصرف در یک خانواده دو برابر باشد ولی میزان درآمدی که در او خانواده وارد می شود یک برابر باشد این موازنه و این برابری وجود ندارد پس او خانواده از نظر اقتصادی از نظر معیشتی دچار چه دوستان دچار مشکله خب کتاب شما یک حکایتی از کلیله و دمنه را در حوزه اسباب معیشت بیان میکنه و میگوید که اگر یک انسان اگر یک انسان میخواهد در زندگی خود موفق باشد بین دخل و خرج خود باید یک رابطه بسیار بسیار مهم و معناداری برقرار کند که در کتاب دلیل در کتاب کلیله و دمنه دوستان ما یک حکایت را میخوانیم که یک بازرگان فرزندان خود را نصیحت میکند که اگر میخواید در حوزه اقتصاد خود و خانوادهتان سربلند باشید باید این نصیحت این پند و ای اندرز را به گوش جان شنوا باشید آن این حکایت را ما و شما با همدیگر دیگر میخوانیم بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدن یعنی فرزندان بزرگ شدن و از کسب و حرفت اعراض نمودن فرزندانش اهل کسب و کار و شغل نبودند. و دست اصراف به مال پدر دراز کردند. مال پدر را حیف و میل میکردن پدر موعظت و ملامت ایشان واجب دید و در اسنای آن گفت خواست فرزندان خود را موعظه کنه ای فرزندان اهل دنیا اهل دنیا جویان سه و بدان نرسند مگر به چهار خصلت. اما آن سه که طالبند فراخی معیشت و رفع منزلت و رسیدن به ثواب آخرت است اهل دنیا سه دست است دوستان که دارای چهار خصلت هست خسلت هایش را برای شما بیان میکنه هر که از کسب و حرفت اعراض نماید نه اسباب معیشت خیش تواند ساخت و نه دیگران را در تعهد تواند داشت کسی که شغل نداشته باشد پیشه نداشته باشد نه میتواند موجب راحتی و آسایش خود شود نه دیگران و نه خانواده خود و اگر مال به دست آورد و در تصمیر آن غفلت ورزد زود درویش شود اگر کسی باشد که مال زیادی یک نفر حال شغل به دست آورد مال زیادی جمع کرد ولی ایمان را تصمیر نکرد حفظ نکرد دوستان نگهداری نکرد همه آدم چی می شود؟ زود فقیر می شود زود درویش می شود ما را هر کسی به دست دارد رنجش اندر نگاه داشتن است پس به دست آوردن مال می گوید زیاد سخت نیست نگهداری و موازفت و حراست از اون مال دوستان سخت است چنان که خرج سومه اگرچه اندک اندک اتفاق افتد آخر فنا پذیرد چو برگیری از کوه و ننهی بجای سرانجام کوه اندر آید زپای نگاه کنید دوستان یک بیت شعر بسیار زبا و اگر در حفظ و تصمیر جد ننماید و خرج آن بیوش کند پشیمانی آرد و زبان تن در وی گشاده شود و اگر موازه حقوق به امساک نامرئی دارد به منزلت درویشی باشد و از لذات دنیا محروم و با این همه مقادیر آسمانی و حوادث و روزگار آن را در معرض تفرقه آرد نگاه کنید دوستان میگوید که همانطور که ما مالی را به دست می آوریم و اون مال را بهوده صرف می کنیم اصراف می کنیم ای کار بد است همون مال زیاد را اگر جمع کنیم و در راه سلامتی آسایش و راحتی خود و خانواده هم خرج نکنیم باز هم همون مال از دست ما میرود چون حوزی که پیوسته آب در وی می آید و آن را بر اندازه مدخل مخرج نباشد یعنی شما نگاه میکنید که یک حوزی دارید این حوز پر از آب است پر از ثروت است پر از سرمایه است ولی هیچ خروجی ندارد ولی چی میشود وقتی خروجی نداشته باشد لاجرم از جوانب راه جوید و بترابد تا رخنه بزرگ افتد و تمامی آن ناچیز گردد رخنه های زیادی از گوش ها و اطراف به وجود می آید و تمام ثروت و سرمایه شما را از بین می برد پس آن فرزندان پند پدر و موعظت او هر چه نیکوتر بشنویدند و منافع آن بقایت بشناختند و برادر مهدر ایشان روی به تجارت آورده سفری دور دست اختیار کرد پس همه فرزندان این نصیحت پدر بازرگان را به گوش جان شنفتن و راه پدر را در پیش گرفتن به طوری که فرزند مهتر یعنی فرزند بزرگتر بچه کلانتر راه پدر را دنبال میکند و به سمت تجارت روی می آورد خب شاگردای عزیز در ادامه اسباب معیشت میرسیم به عوامل فقر چه عواملی باعث می شود که فقر در یک اتم جامعه که گفتیم خانواده یا در یک ساختار کلانتر تحت عنوان خود جامعه اتفاق میافتد افتد عوامل ایجاد فقر کدامند که در درس در ادامه می خواهیم این عوامل را با هم بررسی کنیم خب یکی میگویند جنگ و خشونت از جمله مهمترین عواملی که در جامعه مثل جامعه ما باعث شده که جوا خانواده ها خانواده های مختلفی که در جامعه ما افغانستان هستند نتانستند که او پیشرفت اقتصادی را به دست بیاورند همین جنگ و خشونت است که متاسفانه یکی از عوامل بسیار مهم در حوزه فقر به شمار می آرد مهمترین عامل در ایجاد فقر ولی دوستان چیست بیکاری است وقتی شما کار نداشته باشی شغل نداشته باشی پیشه نداشته باشی همه عامل باعث می شود که درآمدی نباشد درآمد که نباشد باعث به وجود آمدن بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر در داخل خانواده و جامعه می شود سفرهای غیر ضروری یکی دیگر از چیزهایی که باعث میشد بسیاری از سرمایه ها، سروت ها، پول ها، پیسه ها از بین برود همین سفرهای غیر ضروری است شما درآمد خیلی مکفی ندارید درآمد زیاد ندارید مقدار درآمدی هم داری با پسنداز بسیار کم همو را هم برای سفرهای غیر ضروری سفرهای تفریحی تجملاتی خرج میکنی و میشوی فاقد سرمایه جلوگیری از آزادی زنان یکی از بخش هایی که در جامعه بسیار نیاز است این که زنان در حوزه های مختلف در واقع کار بکنند فعالیت بکنند اگر شما جلوگیری کنی از این کار یک صدمه بسیار جبران ناپذیری به نظام اقتصادی و جامعه وارد میکند گرفتن حق کار از زنان و دختران متاسفانه برخی از خانواده ها ممکن است که سرپرست خانواده نباشد یا از بین رفته باشد و او خانواده خانواده فاقد سرپرست باشد مادر خانواده دختر کلان خانواده که فرزند کلان او خانواده به شمار می رود برای تأمین نیازهای اقتصادی خود باید مشغول به کار شود و اگر در جامعه زندگی بکند که بزنان کار ندهند و دختران کار ندهند دیگر نمیتواند این خانواده نیازهای خود را برطرف کند نیازهای اقتصادی نیازهای مالی خود را در نتیجه همین امر باعث فقر او خانواده میشود غفلت و تنبلی نیست هم دوستان میتواند یکی از عوامل فقر باشد وقتی جوانی به سن شغل میرسد دوستان میدانید که در حوزه نظام اقتصادی از سن پانزه سالگی تا سن چهل و پنج سالگی را سن فعال فعال اقتصادی یاد میکنند سنی که همه بچه ها و دخترهایی که در اون سن هستن باید در نظام اقتصادی در بخش های مختلف نظام تولیدی نظام توزیعی و نظام خدماتی مشغول شوند هر زمانی که در این سن افراد زیادی در ساختار هرم جمعیتی و جامع داشتیم که افراد در واقع این قاعده را پن کردن زمانی که من تعداد این افراد این بازه سنی زیاد شد او جامعه یک جامعه بسیار بسیار از نظر اقتصادی در وضعیت مساعد است ولی اگر او جامعه نتواند برای این جمعیت چنین مشاقلی را فراهم بکند این در واقع فرصت جمعیتی را از دست میدهد وقتی که افراد به دنبال کار نباشند یا اگر کاری وجود نداشته باشد دچار غفلت شوند ای باعث فقر در جامعه می شود خب دوستان برای شما عوامل فقر را گفتیم چه راهکارهایی در جامعه در خانواده وجود دارد که میتواند فقر را ریشه کن کند فقر را از بین ببرد خب این عوامل را با هم دیگر بررسی کنیم عامل اول دوستان رهبری اقتصادی پدر در خانواده است خانواده نیاز به یک سرپرست دارد نیاز به یک شخص قدرتمند دارد که همه اعضای او خانواده به لحاظ اقتصادی به لحاظ اجتماعی به لحاظ امنیتی به او فرد تکیه کند او فرد در خانواده چه کسی است او پدر است پدر شخصی است که همه افراد به او تکیه میکنند همه افراد تمام نیازهای اقتصادی نیازهای مالی نیازهای امنیتی نیاز به آرامش خود را از پدر خانواده میگیرد و پدر نقش بسیار مهمی در حوزه اقتصاد خانواده دارد چون اولین کسی است که نیازهای مالی افراد را در خانواده برطرف میکند ارزه کار با حقوق و معاش مناسب گفتیم دوستان اگر در جامعه بین کار و بین معاش او یک رابطه مساوی برقرار بود او جامعه از نظر اقتصادی یک جامعه متعادل است یک جامعه متوازن است اگر این رابطه وجود نداشت یعنی یک فردی در جامعه بود افرادی در جامعه وجود داشتند که کارهایی را مشاقلی را مناسبی را انجام میدادند که در قبالش پول بسیار کمی دریافت میکردند پیسه بسیار کمی دریافت میکردند که نیازهای اقتصادی خود و خانواده خود را نمیتواند در واقع تأمین بکند این باعث به وجود آمدن مشکل در جامعه می شود ولی اگه این رابطه یک ای رابطه برابر باشد مشکلات برطرف می شود صرف جویی یکی از چیزهایی که در دین مقدس اسلام به عنوان ذخیره و پسنداز سرمایه های شما انسان ها در نظام خانواده از او یاد میکند صرف جوی کردن است که شما درآمدی که دارید را باید بیایید و برای او تعریف کنید به قول از او در واقع ضرور مسئله که میگوید به حال جوانی باید گریس که دخلش 18 و خرجش 20 یعنی کسی که نمیتواند بین دخل و خرج خود یک ارتباط خوبی برقرار کند باید با حال او باید افسوس خورد حالی اگر در خانواده صرف وجود داشت درآمد ممکن است کم باشد ولی این درآمد را اگر مدیریت بکنیم و مقداری پسنداز بکنیم پسنداز شما میتواند برای شما یک پشتوانه بسیار مناسب باشد داشتن برنامه نیز میتواند یک از راهکارهای مناسب باشد دوستان شما برای تک تک مخارج خود در طول ماه در واقعا کنید برنامه داشته باشید حقوق پدر شما به عنوان رهبر اقتصاد خانواده یک حقوق ثابت است این حقوق ثابت ماهانه رو که میگیرید دوستان برنامه ریزی بکنید برنامه ریزی بکنید که برای چه مخارجی باید سر شود چه مخارجی را باید نادیده گرفت و چه مقداری را باید پسنداز کرد برای مواقع استرار و ضروری تا این مصروف او قاعده شود خب بخش دوم قواعد دستوری دوستان در ادامه درس امروز با جمله آشنا می شویم در ادامه انواع جمله تحت عنوان جمله انشایی جمله انشایی چیست؟ جمله انشایی به او جمله گفته می شود که مفهوم را به طور امر نه، استفهام تمنا و دعا بیان کند پس هر زمان شما جمله ای داشتید که معنای این موارد امر نه استفهام تمنا و دعا را بدهد او جمله شما حالت انشا داره برعکس جمله چی دوستان جمله خبری جمله اخباری یا جمله خبری گفتیم که وقوع یک کار یا پیش آمدن یک حادثه را بیان میکرد ولی به طور مثبت یا به طور منفی پس خبری را اونجا میدهید ولی در جمله انشایی شما اینگونه نیست یک مفهومی را به یک شکل دیگری بیان میکنید یک نکته البته داره برخلاف جمله خبری در پی احتمال دادن راست و دروغ نیست پس نگاه کنید ما دیگر در جمله انشایی به دنبال این نیستیم که این خبر درست است یا این خبر نادرست است این خبر صحیح است یا این خبر ناسعی است این خبر تصدیق است این خبر تکسیب است این موارد را نگاه نمی کنیم بلکه نگاه ما یک نگاه دیگری است خب مثال بزنیم انواع جمله های انشایی را برای شما آورده ایم مثالش را ذکر کرده ایم امری خب در جمله امری میگویم چی؟ مانند درس بخوان شما امر به یک کار میکنید آن میتوانید بگید که جمله درست است جمله نادرست است معنا ندارد جمله امری یعنی خطاب یک کسی یک دستوری را صادر کردن خب جمله امری بیان شد جمله نه جمله نه یعنی چی؟ به دروغگو اعتماد نکن یعنی از شما میخوایم که یک کاری را انجام ندهید یک کاری را صرف نظر کنید نهی از یک امری را از یک فعلی را از یک کاری را از شما میخواییم به دروغگو اعتماد نکن این میشه جمله نهی جمله تمنا که معنای جمله آرزو هم میدهد دوستان کاش جوانی برمیگرد یکی از جملاتی که افسوس همه پیر مردها، پیر زنها، انسانهای سالمن را در واقع نشان میدهد آه از نهاد انسانهای سالمند کشیده میشد وقتی میگویند کاش کاش جوانی برمیگشت ای یک آرزوست ای یک تمناست ای یک خواسته است تعجبی وقتی که شما تعجب میکنید چه هوای خوبی به به چه هوای خوبی این جمله یک جمله تعجبی است که از انواع جمله های انشایی به شمار رو می رود و دعا وقتی شما یک خاصه را در قالب دعا بیان می کنید باز هم می شود در حوزه جمله انشایی مانند چی؟ که رحمت بران تربت پاک باد که رحمت بران تربت پاک باد چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت که رحمت بر آن تربت پاک باد میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است نگاه کنید دوستان وقتی که شما دعا میکنید این میشود جمله دعا الهی عبدالله عمر بکاست ولی عذر نخواست این را که میگوید خواج عبدالله انصاری این هم یک جمله دعایی است که از انواع جمله های انشایی به شمار میرود خب کار خانگی جلسه آینده شما ایست که دوستان جمله انشایی را تعریف کنید و برای ما مثالی بزنید خب شاگردای عزیز و گرامی خسته نباشید مانده نباشید درس امروز ما یک مقداری طولانی تر بود در حوزه اسباب معیشت با همدیگر گفتگو کردیم جمله انشایی را برای شما توضیح دادیم و بیان کردیم که جمله انشایی انواعی دارد مثالهایش را برای شما ذکر کردیم عزیزان جان آرزوی ما موفقیت و کامیابی شما در حوزه تحصیل و ادامه تحصیل است عزیزان جان کانال ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال بکنید 2964 780 255 4013 آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خوبان و نیکان دری زبان هستیم خداوند یار و نگهدارتان